بیرانوند یاغی جدید لیگ برتر. از بامداد امروز خبرهایی مبنی بر پیوستن علیرضا بیرانوند به استقلال قوت گرفته و لحظات پیش هم بیرانوند با حضور در سازمان لیگ برتر قراردادش رو با پرسپولیس فسخ کرد. اما قضیه جدایی بیرانوند از کجا شروع شد؟ ماجرا از جایی شروع شد که رسانه‌ها قرارداد گلر دوم استقلال رو منتشر کردند. قرارداد علیرضا رضایی 10 میلیارد بود. بیرانوند هم به عنوان گلر شماره 1 تیم ملی قراردادش با آپشن‌ها به دو برابر این مبلغ هم نمی‌رسید. از اونجایی که بیرانوند دستمزدش رو هم با تأخیر پرداخت میشد، شروع کرد به ارسال نوتیس و اخطار فسخ قرارداد. در نهایت اما هفته پیش سایت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که سوء تفاهمات میان دو طرف برطرف شده و بیرانوند در پرسپولیس موندنیه. اما دیروز صبح ایسنا خبری مبنی بر پیشنهاد استقلال به گلر پرسپولیس منتشر کرد. خبری که تازه توسط دیگر خبرنگاران تکذیب شد، اما اواخر شب گذشته خبرنگاران معتبر حوزه پرسپولیس و استقلال خبر از فسخ قرارداد علیرضا بیرانوند با پرسپولیس و پیوستنش به استقلال با پیشنهاد 120 میلیاردی دادند و هواداران پرسپولیس را به شوک فرو بردند. اگرچه گفته میشه این اقدام علیرضا بیرانوند برای افزایش مبلغ قرارداد خودشه، اتفاقی که در دوره علیرضا گرشاسپی هم افتاده بود و مبلغ قرارداد علیرضا بیرانوند افزایش یافت. علی خطیر مشاور عالی رئیس فدراسیون اما گفته که فسخ قرارداد به خاطر حقوق معوقه مختص بازیکنان خارجیه و فسخ بیرانوند با پرسپولیس مثل فسخ مهری با استقلال غیر قانونیه و در صورت امضای قرارداد با تیم جدید هر دو طرف شامل محرومیت خواهند شد. اما این اتفاق هرچه که هست خبر خوبی نبود، زیرا که دو هوادار پرسپولیس بعد از اتفاقات دیشب جان خودشون را از دست دادن. وضعیت چند تن از هواداران دیگر پرسپولیس هم به خاطر استرس به بیمارستان کشیده شده. به هر حال باید منتظر موند و دید عاقبت این ماجرا چی میشه و بیرانوند تبدیل به یاغی جدید لیگ برتر میشه یا نه. از اون طرف اما فرشاد فرجی هم با حضور در دفتر درویش خواهان دریافت برگه رضایتنامه برای جدایی شده. گفته میشه فرجی هم از استقلال پیشنهاد داره. شایع شده که یحیی امروز با حضور در باشگاه از سرمربیگری تیم پرسپولیس استعفا میده. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر بدرود.